همین کلوپ پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شد. همه زندگیمو گذاشتم داخلش و از ایران خارج شد. فکر میکردم همه چی همون جوریه که همون جوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که مهاجرت اصلا اینطور نیست. باورتون نمیشه دست و پام الان میلرزه. اینکه بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی بخوان یه دفعه برت گردونن. حتی به ما اتاق جدا ندادن به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجوهاتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپ ها پر بود. پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد. یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم. پناهندگی در سه کلمه: ماجراجویی، زندگی جدید، صبر. پناهندگی در سه کلمه برای من میشه صبر، سختی، دوباره تلاش. خوش اومدید. آقا عجب جایی زندگی می‌کنی. بد نیست آره. خیلی نه، خوش منظره و واسه. احسان کلانتری 6 سال پیش به اتریش اومد، اهل شیراز و کوهنورد حرفه‌ای. امروز قراره که ما رو به سر کارش ببره، بالای کوه. احسان در منطقه توریستی گموندن زندگی میکنه و در این چند سال دوستان اتریشی زیادی پیدا کرده. او در یک کلبه کوهنوردی در ارتفاع 1600 متری کار میکنه. الان کلبه اون بالاست دیگه نه؟ درست؟ آره، قله‌ای که می‌بینی سمت چپه، اون قله وسطی جایی که جون قوسیه؟ آره، سمت چپش دقیقاً. این پایین رو دوست داری یا اون بالا رو؟ دوتاش خوبه، دوتاش رو دوست دارم، دوتاش خونمه در واقع. هر روز بالا هستم، دو روز پایین، در واقع دوتاش میشه بگی خونه منه. هم بالا هم پایین مناظرش عالیه دیگه، دریاچه رو می‌بینم. نمیشه مقایسه کنه، ولی دوتاش خوبه. احسان از راه ترکیه و یونان زمینی وارد اروپا شد و سرانجام به اتریش اومد و تقاضای پناهندگی کرد. در جمع 2 هفته در راه بود. گفتیم کوله‌پشتی خیلی برات مهمه. آره، این خیلی برای من معنی میده. چرا؟ چون با همین کوله‌پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شدم. همه زندگیمو گذاشتم داخلش و از ایران خارج شدم. خاطر خوبی باش دارم. هم خوب هم بد در واقع. به قله کوه ترانشتاین میریم. تا یک مقدارش رو میشه با ماشین رفت، اما اصل راه رو باید کوهنوردی کرد. هفته چند بار اینجا بیای بالا پایین؟ من معمولا هفته یک بار، چهارشنبه میام بالا، بعد میمونم بالا تا روز یک شنبه میرم پایین. اگه مشکلی پیش بیاد یا کاری باشه دور میرم بالا. در واقع 6 ماه 30 بار حدودا و تو سال 50 بار. چطور اینجا رو پیدا کردی؟ اینجا رو توی فیسبوک، تو آلپن فقط، یعنی کلوپ آلپاین شهر گموندن، یه اطلاعیه داده بودن که یه نفر رو میخوان برای کار. بعد دوستای کوهنوردم منو اینجا منو تگ کردن که یه کاری برای تو پیدا کردیم. چون من کوهنوردم و آشپزیرم دوست دارم، خب بهترین ترکیب بود در واقع که من اینجا کار کنم.
حسی که من بالا تو کوهستان دارم خب قابل گفتن نیست، برای حس سکوتی که تو کوهستان هست هیچ جا نیست. سکوتی که تو کوهستان هست تو رو از دنیای شهری دور میکنه و من اینو دوست دارم و کلا از دنیای شهری و گرفتاری و مشکلات اینا جدا میشدم وقتی میاد اینجا. من اینو از بچگی دارم و اینو دوست دارم، در واقع آرام، مثل یه موزیک آرامش بخش برای من. بالاخره بعد از حدود 6 ساعت کوهنوردی به قله و محل کار احسان رسیدیم. او در رستوران این کلبه آشپزی میکنه و به کوهنوردان جا و مکان میده. احسان کلانتری در اوایل زندگیش در اتریش شرایط خوبی نداشت، چون به درخواست پناهندگیش جواب رد داده بودن. بعد از شکایت در دادگاه او جواب مثبت گرفت و تونست اینجا به عنوان اولین پناهجو کار کنه. وقتی که من قبولیمو بعد از در واقع 5 سال گرفتم، یعنی اقامتمو بعد از 5 سال گرفتم، یه سبک شدم یه خورده، ولی چیز خوشحالی زیادی هم نبود، چون بالاخره میدونی که وقتی اومدی اینجا یه جوری قبول، یه زمان قبولیت میاد، ولی خیلی از کارهای اداری، خیلی از محدودیتایی که قبل از قبولی داری رو از بین میره. این باعث میشه بار سنگین از دوشت برداشته بشه. رئیس احسان گرالد آوینگا میگه در اوایل تردید داشت که یک پناهجو رو استخدام کنه یا نه، اما الان از این تصمیم خیلی راضیه. تردید من به خاطر این بود که چون احسان وقتی میخواست اینجا سال 1398 شروع کنه هنوز پرونده پناهندگیش باز بود، هنوز منتظر دادگاه دومش بود و ما نمیدونستیم که چی میشه. اگه رد میشد الان اینجا نبود، ولی ما این ریسکو کردیم و خدا رو شکر که جوابش مثبت بود و من خیلی خوشحالم. کارمند خوبیه. گرالت میگه احسان خیلی قابل اعتماده و از همه نظر به درد این کار میخوره. کوهنورد خوبیه، با مشتری ها خوب برخورد میکنه و گوشه‌گیر نیست و آشپزیش هم خوبه. به نظر میاد که پناهندگی احسان در اتریش ارزشش رو داشت. با چه امیدی اومدی اتریش؟ امید یه زندگی نرمال داشته باشم بدون دغدغه. دغدغه که همه جا هست، هر جا زندگی کنه دغدغه هست، ولی خب مشکلاتی که اینجا هست هیچ وقت تو ایران نداری. مشکلات ایران خیلی عمیق هست، یعنی خیلی آدم درگیر میکنه، آدم پیر میکنه، هیچ ثباتی نیست تو ایران. حالا هر کاری، هر درسی هم خونده باشی، بالاخره یه سری مشکلات عمیقی هست که اذیت میکنه تو رو. به خاطر همین من امید اومدم اینجا که یه زندگی نرمال داشته باشم بی دغدغه. حدیث جعفری هم برای همین زندگی بی دغدغه زمستان 1394 به وین اتریش اومد. میگه در ایران مهندس محیط زیست بوده و در یک شرکت خودروسازی کار میکرده. خیلی بالا پایین داشت برای من مهاجرت. من با کلی امید و کلی هدف مهاجرت کردم و فکر میکردم همه چی همونجوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که مهاجرت اصلا اینطور نیست. حدیث میگه با کلی انگیزه به اتریش اومد، اما بعد از اینکه تقاضای پناهندگیش دوبار رد شد و پروندهش بسته شد تا حدی انگیزش رو باخت. میگه با این حال اتریش رو دوست داره. اتریش از نظر من و با تجربه‌ای که توی این 5 سال خورده‌ای داشتم خیلی کشور آرومیه، خیلی آرامش داره، امنیتش خیلی خوبه و اینکه از همه مهمتر
حقوق آدم ها اینجا پایمال نمیشه، خیلی خوب رعایت میشه، حقوق زن، بچه، حتی حیوانات خونگی. یه تصویری که توی ایران از اروپا هست با چیزی که اینجا میبینی خیلی فرق میکنه، یه چیز متفاوته با تمام خوبیایی که داره، اما هیچ چیزی رو به راحتی به دست نمیاری. خیلی تصویرش قشنگی بود، خیلی رویایی، اینکه اصلا آدم ها چه شکلی هن، چقدر با ما متفاوتن، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ طرز زندگی کردن. من اینجوری فکر نمی کردم، خیلی ساده تر می دیدم. خب به خاطر اینکه تجربه ای نداشتم، من فقط توی ایران زندگی کرده بودم. اولین شوک کی وارد شد؟ اولین شوک همون شب اول که رسیدم. همیشه جای گرم و نرم، خونه پدر، همه چی آماده. خب من دقیقا توی شلوغی ها اومدم و جمعیت وحشتناک بود، غیر قابل تصور. با بهترین لباسام، با کلی امید، یهو خورد تو ذوقم. قراره تا کی ادامه داشته باشه؟ رفتین کمپ؟ بله، مجبور بودم که برم کمپ. خب چی خیال میکردین از پناهندگی؟ میگیم وقتی من اومدم هیچ تصوری کسی رو نداشتم که راجع پناهندگی به من، از تجربیاتش به من بگه. آزاده بهرامی هم هیچ تصوری از پناهندگی و مهاجرت نداشت، اما او هم در بحبوحه موج پناهجویی در سال 1394 مجبور به ترک ایران شد. من تصمیم نگرفتم ایران رو ترک کنم، مجبور شدم ایران رو ترک کنم یه جورایی، به خاطر اینکه تقریبا چند سال آخری که من ایران بودم شروع کرده بودم به خوندن آواز و رکورد کردن کارام و کم کم داشتم موزیک ویدیو درست میکردم، این کارا رو پخش میکردم و به جایی رسید که خب واسه من درد سرساز شد. که از تو دورم، دلم اندازه عمره که تنگه. آدم انتظارشو داره که به هر حال یه زمانی به مشکل بر بخوره، ولی به اون سرعت و به اون یه دفعه‌ای انتظارشو نداشتن. به ما خبر دادن که خب یه بنده خدا که حالا نمیشه اسم ببرم چون هنوز ایرانه، این بنده خدا دستگیر شده بود و این یکی از عوامل کارهای موزیک من بود و وقتی که ایشون دستگیر شد، خب به منم گفتن که تو هم احتمالاً خیلی زود میان سراغت و به خاطر همین جریان من مجبور شدم که خیلی یه دفعه‌ای بدون هیچ پیش مقدمه ایران رو ترک کنم و خب رفتم ترکیه تا ببینیم چه شکلی میشه، آیا شاید جوری میشه که من بتونم برگردم یا نمیشه. و در نهایت بعد از چند هفته به این نتیجه رسیدیم که نه، نمیشه برگشت و اینجوری شد که من به خودم اومدم دیدم مهاجرت کردم. آزاده و شوهرش با قایق به یونان اومدن و بعد پیاده خودشون رو بعد از یک هفته به آلمان رسوندن. زندگی توی کمپ خیلی به ما سخت گذشت. اون زمانی که ما اومدیم، حتی خب من و شوهرم با هم دیگه اومدیم، حتی به ما اتاق جدا ندادن، به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجواتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپ ها پر بود و تو هر اتاقی به حد اکثر گنجایشش افرادو جا میدادن
و ما حتی اتاق جدا نداشتیم. چندین ماه به این سیستم گذشت و بماند که حالا اون شرط سخت این که به هر صورت حموم مشترک، سرویس بهداشتی مشترک، اینا همش خب سختی خودشو داره. یعنی آدم تو حرف یه چیزی میگه ولی تو عمل وقتی چند ماه درگیر همچین مسئله باشی تازه میفهمی که چقدر بهت فشار میاره. اما این دوران هم گذشت. آزاده و همسرش ستار به عنوان پناهنده در آلمان قبول شدن و الان در فرانکفورت زندگی میکنن. ستار به عنوان مهندس برنامه نویسی کامپیوتر مشغوله و آزاده در ایران معماری خونده بود و اینجا ادامه تحصیل داد تا مدارکش رو بگیره. آلمان کشوریه از نظر من که هر کسی که بخواد توش موفق بشه راهش وجود داره. یعنی بله، آدم دنبال بهونه آوردن باشه، همیشه بهونه ها وجود دارن که بگم چرا من موفق نشدم. ولی اگه واقعا آدم دنبال موفق شدن باشه، دنبال پیشرفت باشه، به نظر من تو آلمان راهش وجود داره. فقط کافیه که یه کمی آدم هوشش رو به کار بگیره، دنبال دور زدن سیستم نباشه. یه اتفاقی که واسه خیلی از ایرانی‌ها متاسفانه اینجا میفته. و دنبال این باشه که واقعا از راه درستش بره به سمت اون هدفی که به موفقیت میرسونتش. به زندگی توی آلمان خب تا حدی عادت کردیم. به هر صورت بعد 5 سال و نیم آدم یه سری عادت‌های جدیدی پیدا می‌کنه. مثلا من تو ایران شاید همیشه تا 3-4 صبح بیدار بودم، ولی خب نوع زندگی اینجا خیلی عوض شد. یه الان ساعت 10 شب میرم می‌خوابم. آزاده از اول امسال در شهرداری فرانکفورت کار میکنه و یکی از معدود پناهندگان آلمانه که در ظرف چنین مدت کوتاهی که اینجاست کار دولتی پیدا کرده. او اینجا به عنوان معمار مسئول صادر کردن مجوز ساخت و ساز در این شهره. اینا تک تک صفحه‌هایی که در واقع واسه صدور این مجوز واسه ما تعیین کننده بوده باید مهر بشه و این داستانا. کار تو اداره آلمانی چطوریه؟ از بیرون خیلی سخت‌تر به نظر میاد، ولی کن چیزی که من تجربه کردم اینه که اگر آدم خودش واقعا بخواد و واقعا تمام تلاششو بکنه، اطرافیان هم به همون مقدار کمک میکنن و دنبال این هستن که همه جوره تو رو حمایت کنن تا به نتیجه برسی. اطرافیون امیر شیبانیفر و همسرش شیدا هم به اونا خیلی کمک کردن تا به نتیجه برسه. اما داستان این خانواده ایرانی با داستان آزاده بهرامی کاملا متفاوته. به نظر من مهاجرت، یعنی وقتی هم که بهش فکر میکنم بغض و گلوم جمع میشه. به نظرم سخت‌ترین کار دنیا است. فرقی هم نمیکنه که از چه روشی، از چه طریقی. امیر و همسرش سال 1394 همراه با خواهر و برادر، پدر و مادرش ایران رو ترک کردن و از طریق روسیه وارد نروژ شدن. اونجا تقاضای پناهندگی کردن اما بعد از 2 سال جواب منفی گرفتن. ما از اونجایی که به اصطلاح اونجا ترس داشتیم که دولت نروژ ما رو دیپورت کنه به ایران که احتمالش 99% بود، برای همین ما شبونه یه دوستی داشتیم. یعنی ما عصر که وکیل به من زنگ زد، ما دیگه ساعت 6 عصر تمام وسایلمون جمع کرده بودیم، رفته بودیم خونه دوستمون، فقط ازش کمک خواستیم که بهمون پناه بده اون شب. و دیگه فردا به اصطلاح راه افتادیم، رفتیم سمت پایتخت و از مرز جنوب نروژ وارد سوئد شدیم و به اصطلاح اومدیم دانمارک و اومدیم آلمان. اینکه آلمان رو انتخاب کردیم، خودمون هم شک داشتیم، نمیفهمیدیم که حالا آیا گزینه خوبیه، آیا اونجا دیگه به ما پناه میده یا نه. خب اومدیم. اما اونا در آلمان هم به آرامش نرسیدن، چون که آلمان قصد داشتین خانواده ایرانی رو به خاطر قوانین دابلین به نروژ اخراج کنه. اونا مجبور شدن که پناهنده کلیسا بشن و مدت 6 ماه در همین خونه که متعلق به کلیساست موندن. حق بیرون رفتن نداشتیم. یه نفر مسئول خرید بود برامون که آذوقه میگرفت میآورد. و
برامون وسایل تهیه کردن، تخت تهیه کردن، دوشک بهمون دادن. بعد از کلیسا که آزاد شدیم بازم تو همین خونه بودیم، چون که کلیسا خودش این خونه رو اجاره داد به ما. دیگه تا 3-4 ماه بعدش منتظر جواب بودیم که حالا اون کیسی که ما تو شهر بیلفلد ارائه دادیم نتیجهش چی میشه، که متاسفانه باز جواب رد برامون اومد. باز اعتراض گذاشتیم رو اون جواب منفی و جواب اون اعتراض هم بازم منفی بود و پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد. یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم. آخرین گزینه اونها قانونی بود به اسم آزبیلدونگزدولدونگ. دولت آلمان از اول سال گذشته برای پناهجویانی که سرنوشتی چون امیر و خانواده دارن و در واقع ترک خاک دارن، این امکان رو میده که با گذراندن یک دوره فنی حرفه‌ای 3 ساله اقامت بگیرن. امیر، همسرش و خواهر و برادرش همه در ایران تحصیل کرده و مهندس کامپیوتر یا معمار بودن. حالا اونا شروع کردن به یادگیری دوره پرستاری و برادرش که معمار بود دوره باغبانی میبینه. اولین روزی که سر کلاس نشستیم دیدیم همه همکلاسیامون تو رده سنی 18 سال تا نهایتش 24 سال هستن و خب یه کمی جا خوردیم، گفتیم چجوری با بچه ها مچ بشیم. مثلا تو مدرسه خب خیلی کار تیمی باید انجام بدی، باید ارائه بدی با دوستات، باید تحقیق کنی. یه مقدار واقعا مشکل بود و یه کمی احساس تنهایی میکردیم. برای همین یه کمی میگم جا خوردیم و ولی بعدش عادت کردیم. خب بچه ها مهربونن، اقدر چیز نیست که بگی فاصله میگیرن از آدم. اینا اینجوری نیست. چه همکارای تو بیمارستان هم همینجوری. تو بیمارستان هم به عنوان یه به اصطلاح دانش آموز داری وارد بیمارستان میشی، ولی خیلی از کارمندام سعی میکنن باید رابطه برقرار کنن. تحصیل میکنم، کار میکنم، توی بیمارستان میتونم به هم نوع خودم کمک کنم و خوشحال هستم که توی جامعه، توی این شهر، توی این کشور مفید هستم و ای کاش میتونستم توی کشور خودم اینجوری باشه. در صورتی که یه سری مسائل سخت، راه‌های سخت هست که اصلا فکرشو نمی‌کنی بخوای تغییر رشته بدی یا اینکه یه راه دیگر رو انتخاب کنی. مسعود دولابی هم سرنوشتی مشابه به امیر و شیدا داره. او حدود 5 ساله که در آلمان و تقاضای پناهندگی او هم 2 بار رد شده. مسعود هم ترک خاک گرفته بود. او میخواست با نامزدش ازدواج کنه که سال گذشته دولت اقدام به اخراج او از آلمان کرد. ساعت 6:30 صبح زنگ خورد و که اومدم بالا اصلا مثل خواب بود برای من واقعا. اینکه چی شده که الان این وقت صبح اومدم و منو کجا میخوام ببرن. دیگه سوار ماشین شدیم و منو پاسگاه و دیگه ما بقیه داستان که منو زندان اخراجی ها بردن. هنگام دستگیری او پیش نامزدش فاطمه بود و فاطمه هم کلی نگرانش شد. وکیل مسعود اما تونست با تقاضای پناهندگی مجدد و ارائه مدارک جدید او رو بعد از 5 روز از زندان آزاد کنه و مانع اخراجش به ایران بشه. این لحظه آزادی او از زندانه. حالا حدود 1 سال از آزادی او میگذره. مسعود برای اولین بار بعد از آزادیش حاضر شد که با ما 1 بار دیگه به این زندان بره. طبق اون دادگاه بنده رو محکوم کردن که من باید برگردم به ایران و منو مستقیم آوردن اداره هم زندان برای تمام پناهجوهایی که میخوام برشون گردونن همه اینجا. تا وقتی که پام واقعا به زندان رسید گفتم که نه، این واقعیه. خواب نیستم. باورتون نمیشه، دست و پام الان میلرزه. این که بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی
بخوان یه دفعه برت گردونن خیلی سخته. دالت زندانیایی که توی فیلم ها می دیدین دقیقاً همونا بود. چند دقیقه طول نکشید که مسئولین زندان اومدن و گفتن فیلم نگیرین. بعد از آزادی مسعود مجبور شد که تا مشخص شدن کیسش به کلیسا پناه بیاره تا بالاخره مدارکش جور شد و تونست با نامزدش فاطمه ازدواج کنه. بعد از 2 سال خورده ای با تمام این سختی ها با توی کلیسا موندن که چندین نزدیک 85 روز که طول کشید، فکر میکنم یکی از قشنگترین اتفاقایی که بود. لحظه ای بود که واقعا گفتم دیگه وای خدا رو شکر دیگه تموم شد، بالاخره به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، هم من هم عشقم که مشوقم توی همه این روزا بوده. اینکه یکی از کسایی بوده که اینجا امید به زندگی دادن به من کرده، برادرم و خانوادم که اینجا بودن، خدا رو شکر اون روز فکر کنم یکی از قشنگترین روزای زندگیم بود که توی آلمان داشتم. مسعود و برادرش احمد هر دو از ایران آرایشگر بودن، هر دو اینجا کارشون رو ادامه دادن، اما حالا دارن به آرزوشون میرسن و میخوان با هم در شهر پادبورن آلمان این آرایشگاه بزرگ رو باز کنن. مغازه نزدیک 230 متر بعد خب اینجا با امید خدا سالونی که ما میخوایم بزنیم 6-7 نفر اینجا کار میکنیم برای زنونه و مردونه. اتاق کوزمتیک داریم، اتاق داماد داریم، اتاق عروس داریم، چیزهای دیگه هم قرار اضافه کنیم، حالا کاشت ناخون و ابرو تتو که به امید خدا در مراحل بعدی یه گام بالاتر. به نظر میاد که مسعود بعد از 5 سال زندگی در آلمان و گذروندن سختی ها تا حدی از زندگی در اروپا راضی باشه. ازش پرسیدم قبل از اینکه ایران رو ترک کنه در مورد اروپا چی میدونست؟ در مورد اروپا اون چیزایی که واقعا تو تلویزیون میدیدیم که خب یه زندگی خیلی قشنگ اونجا، هیچ دردسری وجود نداره، آزادیایی که فکر میکردیم واقعا اینجوری نبود برای من. اینجا به نظر من اون چیزی که ما توی فیلم ها میبینیم هیچ موقع نیست، خیلی سختتر از چیزی که من همیشه تصور میکردم و واقعا فرق داشت. پناهندگی در 3 کلمه: زندگی جدید، دلتنگی، خانواده و قربت. خواب می دیدم یه صبح خیلی عالی، کنار برکه نیلوفرای آبی، آوازی می خوندی گوشه ناب همایون، رقصوندی جلو چشمای من تو ابر و بارون. بی وطنی، شروع دوباره، تلاش پشتکار. پناهندگی دسته کلمه برای من میشه صبر، امید و هدف. نمیدونم، بعضی وقتا پناهندگی اون چیزی که تو نیستی رو جلوی پات میذاره، جلوی راهت میذاره و من آدم صبوری نبودم. برای من صبر، صبر و صبر. پناهندگی در 3 کلمه: ماجراجویی، از صفر شروع کردن و برای من تولد دوباره بود.